بچه قول، جانشین رونالدو و مسی، ارلینگ هالند. بیوگرافی: ارلینگ برات هالند روز 31 تیر 1379 در شهر لیدز انگلیس به عنوان فرزند دوم به دنیا آمد. پدرش فوتبالیست سابق و مادرش دو میدانی کار بود. سال 2004 در سن 3 سالگی در پی مسئولیت شدید پدرش در فوتبال به همراه خانواده‌اش از انگلیس به برینای نروژ نقل مکان کردند. او پیش از آغاز حرفه‌ای فوتبال بازی با توپ را به همراه پدرش آغاز کرد و در کنار این ورزش به ورزش‌های همچون گلف، دو میدانی و هندبال نیز می‌پرداخت. سال 2006 در سن 6 سالگی با پرش 1.63 متر رکورد بالاترین پرش طول را در بین کودکان جهان به ثبت رساند. هالند فوتبال خود را از سن 5 سالگی با پیوستن به آکادمی تیم برینای نروژ آغاز کرده. او در سال 2015 در 15 سالگی در تیم دوم برینای بازی کرد و پس از یک سال درخشش به تیم اصلی راه یافت و تا سال 2017 در این تیم حضور داشت. سال 2017 در 17 سالگی به تیم مولده نروژ پیوست و در این تیم درخشید. او در جامعه 2019 با وجود پیشنهاد از تیم‌های مطرح اروپا در یک تصمیم عجیب به تیم ردبول سالزبورگ اتریش پیوست و با این تیم مقامات قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی اتریش را کسب کرد. سالزبورگ اتریش بوده، بعد اومده مقام قهرمانی بوندسلیگا رو به دست. هالند مثلا 5 گل پیاپی به عمل بازیکن نوجوان تبدیل شد که در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده است. در 20 سالگی با قرارداد 4.5 ساله به ارزش 20 میلیون یورو به تیم دورتموند پیوست. در اولین بازی خود مقابل آگزبورگ دقیقه 56 وارد زمین شد و هتریک کرد. در 19 سالگی در سال 2019 اولین بازی ملی خود را مقابل مالت برای بزرگسالان نروژ انجام داد و اولین گل ملی خود را در سپتامبر 2020 مقابل اتریش به ثمر رساند. پس از درخشش در دورتموند مقرردادی 5 ساله در سال 2022 باشگاه من سیتی پیوست و همچنین در سال 2020 برنده جایزه پسر طلایی شد. سلام و درود خدا رو شما باد. در این ویدیو میخوایم پلیر ریبایند یا بازسازی دوران حرفه‌ای ارلینگ هالند رو انجام بدیم و این یعنی چی. اگه ناتون باشید اون ویدیو گذاشتم، من همین ویدیو رو واسه امباپه ساختیم و اون رو نمیدونم کیا دیدن کیا ندیدن، اما داستان اینجوریه که ما یکی بازیکن دقیقاً از زمانی که این بازیکن دوران حرفه‌ای خود رو شروع کرد میبریم توی اون تیم و سعی میکنیم که از این بازیکن یا بهتر پیش بریم یا اینکه بریم تو تیم‌های دیگه و ببینیم که اگر ما جای این بازیکن بودیم و از اون تیم شروع می‌کردیم کارو با اوورال 70 ارلینگ هالند و سن 18 سالگی میتونستیم ارلینگ هالندو از اینه که خودش پیشرفت کرده و خیلی هم خوب بازی کرده بهتر بریم جلو و توی تیمای بهتری بریم یا که نه. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که با انرژی اینستاگرامم فالو کنید زودتر برسیم 100K. بریم سراغ ویدیو. ارلینگ هالند اول تیم حرفه‌ایش برینای نروژ بوده، اما برینای نروژ ما اینجا نداریم، ولی تیم بعدیش که مولده بوده و همینطوری که داریم پای می‌بینید این آبیا همه‌شون تیم مولده است، یعنی همین کیتی که تنشه همین جایی که اومده الان. ایشون تا از سال 2017 تا سال 2019 توی مولده بوده که دقیقاً اوورالش هم 70 بود، حالا 69 70 بود، اوورالش هم آوردم پایین، سنش هم آوردم پایین 18 سالش کردم و الان همینطوری که می‌بینید فصل شروع نشه، تازه می‌خواد فصل شروع بشه و ارلینگ هالند همینطوری که می‌بینید نوشته که در تکمیل امروز حضور ندارد. پست ارلینگ هالند، ارلینگ هالند سی اف و اس اس بازی می‌کنه و دیگر پست‌های دیگه‌ای بازی نمی‌کنه و ما هم می‌گیم کلاً پست‌های دیگه درخواست نده به ما. به همین آسانی. بله، بازی داریم با یه تیم در روشگر خوندیم استودیوم ساعت 6 شب. نوشته ارلینگ هالند در بازی امروز در ترکیب اصلیه. آیا او آماده پیروزی است یا نه؟ بعد بریم ببینیم که اصلا ارلینگ هالند کجا گذاشته. ارلینگ هالند نوک اوورال 70. بله، بازی شروع میشه. بازیکنان در رون زمین حاضر میشوند. بله، ارلینگ هالند بازی رو شروع میکنه با قدی 1.90 خورده ای بازی رو شروع کرده. این بازیکن من که استاد فورواردی هستم، استارتو زدم داخل. اگر که به هالند برسه نمیرسه ارلینگ هالند میاد از اون چیز استفاده بکنه، تو لو رفته. ارلینگ هالند دور میزنه، همون مستقیم شوت، نزدیک بود درک، اون عارف بخوره این شوت. بله، دورونی درست میکنه این بازیکن. ارلینگ هالند خوشگل، موهاشو بسته پشت. آره، هالند گل گرفتش و پاسشون میاد عالیه، مدار حرکت میکنه، یک و دو عالی در انجام میده، سرعت بالا داره این بازیکن، داره توی عمق نفوذ میکنه. اگه که بهش پاس بدن داداش، بده من خدا وکیلی، بیا عقب. آقای هالند حال کردی حال، یه دبل تاچ، یه حرکت زیبا نگارش میدار هالند، همون شوت. ای خدا، سوپر استار ها. بده جل. سف سف. ارلینگ هالند نمره 7 رو میگیره. آماری کلا. اوورالش شد 72. چجوری تو اوورال رفتی بالا تو؟ لیگ اروپا باز بریم با رئال بازی ساعت 5 دقیقه و 7 شب تو ورزشگاه ما. لیگ اروپا با اولین تجربه ارلینگ هالند. بله، ببینم کی اصلا رئال بتیس رو ما میتونیم اولا که شکست بدیم یا نمیتونیم بدیم. بر ارلینگ هالند شد اوورال 72. بله. با این فیس زیبا بریم تو بازی. بله، بازی شروع میشد و اولین تجربه ارلینگ هالند در لیگ اروپا میخواد شکل بگیره در دومین بازی رسمی خود برای مولده. و فکر کو تونه، مگه نرفته از این تیم؟ بله، ارلینگ هالند. ارلینگ هالند میبینم که در این بازی میتونه پاش به گلزنی باز بشه یا نه.
برو دروازش، برو دروازش. ای والله، ای والله، تک به تک، آفساید نیست. بده جلو، بزن. ای وانگ افتاد رو زمین. بده من به کار. هولدینگ هالند و گل نشود. برو تو نگار میداره پاس میده رینگ هالند، حرکت در عمق نمیرسه بهش. بده من عجب خنگیه این خاک تو سر زدی تو اوت خودمون. بده دیگه رفتم خدایی. ای ولی بزن هالند. وای خدایی خیلی یعنی دیگه سفیدی محض رئال بتیس. نرو تو پاش. وای فکیر رفت به فیچ. گل خوردیم. گفتم میخوریم. بازی شروع کن. حالا هم بازی رو باز میکنه. خودشی خدای عالی. بله بازی کن. داره میره به سمت دروازه حریف. پاسشو میده خودش. در اون قلم فوس کرده. میتونه میخوان پاس بدن یا نه؟ بده دیگه ای بمیری. ای بمیری شماره 7. بیا. نه اینور. بیا. خاک تو سرت کنم. تو زهر خودش رو ریخیم. از اول بازی گفتم حواستون به این باشه. ارلینگ هالند 6، بقیه‌تون زیر 6. هالند دوتا بازی کرد و هیچ گلی نزد متاسفانه. هنوز نیم فصل نشده، خوردیم به خنت و هالند در رقیب امروز حضور نداره. ای خاک تو سر سرمربی، برین گم شو. به خود وایس اینات خودش چه غلطی میکنن. خود وکیل وایس اینو چیکار میکنن. خاک تو سرتون، یکیش باختین. یعنی بازی بعدی لیگ اروپا. اوه بازیکن چی؟ ما به تغییر نیاز داریم. بازیکن مولده، یعنی ارلینگ هالند قرار شد در مورد مسابقه اخیر گفته حالا جام حذفی سوئیس برای ما تمام شده. باید نگاه سختگیرانه‌ای به خودمون بیاندازیم و تغییرات ایجاد بکنیم. ولی ساعت 5:07 شب ارلینگ هالند حالا تو ترکیب اصلیه و به اضافه اینکه با ترابزون اسپور بازی داریم. اگر که این بازی رو ما ببریم خیلی خوب واسه هالند و دیده میشه توی لیگ اروپا. هالند در ترکیب اصلی، آیا جایگزین رونالدو و مسی حسابش میکنه؟ من میگم نه، جایگزین رونالدو و مسی امباپه و هالند نمیشن، ولی میتونن نزدیک بشن به جایگاه اونا. بله شما رو اینو این بازی خیلی باید تمرکز بکنم که ببریم واقعا، چون چیزی واسه دست دادن نداریم. احتمال خیلی زیاد از سعود جا بمونیم اگر که این بازی رو نبریم. آهان برو بریم. ای ول پاس. هالند بابا این اصلا رو حواس که خوب. یه دبل تاچ، حرکت عالی، پاسش میده خود هالند، پاس به هالند، شوت نشود، باز دوباره تو برگشت. بله هالند متاسفانه بازم هیچ کاری نتونست بکنه. آفرین عالی بود، عالی، انتخاب عالی. حالا هالند بازی رو باز میکنه به سمت چپ. خود ارلینگ هالند داره حرکت میکنه رو به داخل. توپ رو نگران باشه به این مرتر، پاس به وسط، پاسش عالی بود، میتونه خودش پاس بدن. حالا هالند فرصت گلزنی نشود که بشه. عصبانی میشه بازیکن. بزن هالند. دقیقه 85 تمام کارمون. از بین دو نفر رد داره میشه هالند، زدنش و تمام بازی و باخته ما. داره خوب بازی میکنه، توپ بهش نمیرسه. تیم بعدی آوردی. نمره 7 هالند بفرما. خوب داره بازی میکنه، یعنی استعدادیا اگه من بودم میگرفتمش. بفرما تجدول. باز الاغ تیمونو کشه عقب. اولین روز نقل و انتقالات. یک سری پیشنهاد اومده تو مذاکرات، همینجوری که میبینید که دایره سفید اومده و ببینیم که فکر میکنم احتمال خیلی زیاد تمدید باشه. بله تمدیده. بله بعد بریم درخواست انتقال بدیم به تیمی که بتونیم با اوورال 72 که هالند به دست آورده 16 تا بازی کرده و فقط 3 تا گل زده اما افتضاحیه 19 سالش هم شده، ببینیم که کدوم تیم میگیره اینو. درخواست انتقال با آژاکس 3 روز دیگه جوابش میاد. روز مذاکره یا علی مدد نگرفتش هالند. درخواست انتقال کجا بریم آخه؟ دیگه جایی نیست که. درخواست انتقال به اسپورتینگ لیسبون روز مذاکره. بله گرفتش اسپورتینگ لیسبون. بله اسپورتینگ لیسبون 873,000 دلار درخواست داد، حتی بیشتر از مولده. میپذیریم. اسم مربی چیه؟ آموریم. پذیرفتن و پیوستن به اسپورتینگ لیسبون. خدا نگهدار تیم نروژی. ما رفتیم پرتغال. بله ارلینگ هالند حضور پیدا میکنه با کچلوار و کروات. باشگاه اسپورتینگ لیسبون با این حالت سومورایی با این حالت سوما سو سامور با این حالت سامورایی دست میده و شفای قرارداد رو میبنده و ببینم که چه جمله‌ای میخواد به کار بره. بعد از پیوستن به این تیم، سلام، من ارلینگ هالند هستم و از پیوستن به باشگاه بزرگ رنجان زده هستم. چه دکور زیبایی داره. امیدوارم همه شما رو به زودی ببینم. بیا به اسپورتینگ سی پی. چه شماره‌ای بهت میدم و کجا میدارنت خیلی مهمه. بله گفته آرزو دارم که پیراهن رو بپوشم و وارد زمین بشم، فقط نمیتونم برای انجام دادنش صبر کنم. ساعت 8 شب بازی لیگ داریم و اسپورتینگ لیسبون صدری. آبا ریکالد کجا آوردم هالند؟ بله هالند همونطور که میبینید در ترکیب اصلی، اولین بازی در ترکیب اصلی ارلینگ هالند نوک قرار گرفت.
بارکلا از شروع شود و ایرلینگ هالند داره نمنک فرش مشکی بند کردم برای شلا فکرم خوابایی بعد دیدم واسد داشت اومدی الان توی یه لیگی که معتبره نروژ کی میشناسه آخه ایرلینگ هالند هم مشاهده میکنه از همه سرتر این بشه هالند جان هر کی دوست داری توی این بازی گول بزن بله حالا ما کشیدیم رو به جلو سر رو بگنیم کشید رو به جلو صدر کشید رو به جلو آره هالند پاس میده رو به جلو حرکت میکنه هالند بازی رو به سمت چپ میرسونه خود ارلینگ هالند حرکتش رو به جلو شوت نشوت که بشه باز دوباره بوده شاید نظر من باشه ارلینگ هالند تو گرفته پاسو میده حرکت میکنه خودش رو به جلو میتونم واسش بندازم پاسو عالی حرکت هالند کاتدار و اولین گلش دقیقه 10 بازی داداش دقیقه 10 بازی اینه جای بعدی قرار بگیری خودتو نمیتونی نشون بدی مثل اینه که بوگاتی بیاد توی ایران زبا خاک دلش کاش کن ولش میخواد شوتشو بزنه متاسفانه پای راستش یه مقدار نوب تشریف داره واسه عالی به ارلینگ هالند بله حالا برونور حالا بیا اینور بگی توپشو بیا پاسو بده بیرون بزن گلو ماشاءالله یک گل یک پاس گل تو یک نیمه اول بازی رسمی خودش واسه پرتغال لیگش ماشاءالله برکلا چه کرد توی این بازیکن همین بازیکن چه قرار دادن بچه گول 19 سالش تو کن داره چجوری بازی میکنه دو دقیقه بذار این رو دو نه 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 دو دقیقه بذار این طعم پیروزی رو بچشیم دو دقیقه بزن تمام اولین بازی اولین گل اولین پاس گل همین چرا بتونیم بازیکن زمین میشود ایرلینگ هالند 7.5 بتونیم بازیکن زمین بله صدر جدول با امتیاز 45 امتیاز یک بازی یک گل یک پاس گل نمره 7.5 باریکلا بازی داریم با کی بازی داریم با کی بگی فقط این پدر سوخته لیگ اروپا پدرتو در میارم من وایس آقا تو رو خدا هالند بود تو باشه ای من در رکیب اصلی هستیم ولش آقا هالند مثل که یه بازی باختیم حالا نمیدونم بله 2-0 باختیم اوه جام حذفی بوده بابا باز جام حذفی حذف شدیم به تیمی خوردیم توی لیگ اروپا در مرحله حذفی زمانی که تو مولده بودیم این ما رو برده بودش علامت پدرشون در بیار در ترکیب اصلی امروز ایرلینگ هالند و همچنان صدر جدول مختلف امتیاز از بنفیکا ایرلینگ هالند در ترکیب اصلی وارد زمین میشوند بازیکنان ما با این نمای زیبا البته تماشاگرای ما از همه تماشاگرها خوشگل‌تر ایرلینگ هالند بازی رو شروع میکنه در مقابل تیمی که یک بار همین یک هفته پیش شکست خورده بود الان در مرحله حذفی قرار که بازی رفت و انجام در ورزشگاه خانگی خود یعنی لیسبون یا حضرت عباس یا علی گل خوردیم که باز خدا خسته شدم من اینا انقدر قوی نیستن به خدا اونا رو دارم میگم حریفمونو بده پشت مدافع ایرلینگ هالند حرکت عالی انجام داد خود ایرلینگ هالند نرسید دایو نرسید نیمه اول یک برش باختیم خالی شد بکش جلو داداش بکش جلو برای ایرلینگ هالند تو میره پاس میده خودش میره حرکت کنه رو به جلو به ایرلینگ هالند میتونه شوت بکنه پاس میده رو به جلو گل میشه یا نه و گل نشود یا داره میشه وای ما دوباره از اینا داریم میمازیم 60 بازی شد ما هنوز گل اینا گل نزدیم وای هالند بگی بریم هالند پاس رو بده خود هالند توپ رو گرفته حالا تیر یک و توی دروازه دو تا بازی متوالی پشت سر هم گل زده میکنه این بازیکن تیمش رو نجات میده ارلینگ هالند افسانه ای با سن 19 سال سن اوه آقا منشور شد سن اصلا اینجا اصلا چیکار کردش واقعا هوش 120 مدی خان نجات دادش کارو تیر یک یعنی هر کی بود میزد تیر دو ولی ما تیر دو یک هالند بتونه بازیکن زمین آها اومدیم رسیدیم به آخرین بازی فصل هم که ما توی جدول داریم مشاهده میکنیم اسپورتینگ 82 امتیازی با بنفیکا 3 امتیاز فاصله داره و تفاضل گلمون 39 اگر که ما ببازیم آخرین بازیمون و بنفیکا ببره بدون اصلا هیچی قهرمان میشه پس باید تمام تلاشمون بکنیم که این بازی که ما تیم بازیم کمتر که میبینید دهم جدوله سال 3 بعد از اون اینا رو ببریم الهالا در راکیو اصلی فیکسه و باید ما 100% اینا رو ببریم اگر ببریم قهرمان میشیم اگر نبریم با مساوی به احتمالات کشیده خواهد نشد ارلینگ هالند اوورال شده 74 آوری کلا ولی اگر که این بازی رو ما ببریم یا مساوی بکنیم کاپ قهرمانی لیگ پرتغال ارلینگ هالند در دستانش خواهد دید نمیتواند آن را لمس کند در یک روز آفتابی پر انرژی وانی شروع میشه بعد لباسا رو نگاه پاس به ارلینگ هالند تک به تک میشه ارلینگ هالند با دروازه‌بان تیر دو و تمام میکنه حکم قهرمانیه اسپورتینگ رو امضا میکنه با این گلش یک بر هیچ ارلینگ هالند گل به ثمر میرسونه شماره 9 تمام
و قهرمانی پرتغال از آن اسپورتینگ لیسبون می شود با ارلینگ هالند در اولین فصل دوران حرفه خود. یک کاپ معتبر بردم واسه و حالا دادم گوشه اون بچه مثبت اون گوشه وایساده دست میزنه آبر کل کار خوبی میکنه. هاپ کجاست؟ هاپ بله ارلینگ هالندی که میاد و گردن در آزانو میگیره. خوشحال این بازیکن، شادمان است از اینکه در اولین دوران حرفه خود تونسته یک جام عالی برای ارلینگ هالند مشاهده میکنید و جامو بردیم بالا. اینو چیکار کرده حالا ارلینگ هالند؟ بهتره بازیکن زمین. بله 85 امتیاز صدر جدول قهرمان. خیلی خوب، ارلینگ هالند تا اینجا کار اوورال شده 74 4 تا اوورال در یک فصل پیشرفت داشته، نشده 19 سال 14 تا بازی بازی کرده توی این تیم و 6 تا گل و یک پاس گل که آمار افتضاحیه، یعنی خوب نیست. بله جزء بهترین بازیکن‌های فصل هم نشد چون نیم فصل تازه اومد تو این تیم. اولین روز نقل و انتقالات، اول فصل و شروع فصل جدید، کسی بهش پیشنهاد نداده، ما پیشنهاد بدیم واسه تیم‌های دیگه. خیلی خوب، ببین الان وضعیت هالند خوبه به نظرم، باید بره توی یه تیمی که چمپیونز لیگ داشته باشه و بتونه اونجا خودش رو خوب نشون بده و قهرمان چمپیونز لیگ بکنیمش یه جوری دیگه. من نمیدونم ببین اینجا که اصلا بتونی بره، چون اوورالت پایینه، مگه دیوونه است یار تو رو با حضرت عباس داداش؟ اینجا برو، برو همینجا، به خاطر شی دارم میگم این حرفو. اینا اصلا فوروارد نوک ندارن، اینم که اصلا نوک بازی نمیکنه، نوک نوک یه دونه فیل فودن داره بازی میکنه، اصلا این پست اصلیش اینجا نیست. خب برو همینجا، درخواست انتقال به من سیتی، اگر گرفت نگرفتت میلیم لیورپول. روز نقل و انتقالات، روز مذاکره و گرفتش من سیتی. بله آقای پپ گواردیولا پیشنهاد 1,347,500 به هالند داده و ما اکسپت اومدم برات. ارلینگ هالند مسیر موفقیت خود را با مهدی خان در طی یک فصل طی میکند، اما در این فصل میخواد چمپیونز لیگ رو بگیره. آقای گواردیولا کمکش کن، کمکش کن که چمپیونز لیگ رو بگیره. ارلینگ هالند حضور پیدا میکنه با یک تیشرت بسیار ساده در کنفرانس معرفی خود. بله قرار امضا میکنه بازیکن، دونه دونه بنده رو میخونه که حواسش باشه گواردیولا چه آشی واسش پخته. بله یک لبخند زشتی هم میزنه و دست میده. بله دیگه اینجا کارهای جلف قبلو انجام نمیده، تجربهش رفته بالا. آفرین مرد. سلام، من ارلینگ هالند هستم، از آغاز فصل جدید از زندگیم هیجان زدم. خوب یه تشکر بزرگ از طرفدارم بخاطر خوش اومدید روشیم، بیاین ترکساز باشیم همه با هم. شروع جدید در من سیتی. اولا که چه شماره رو به ارلینگ هالند دادن اینا؟ شماره دلخواه، شماره 11. بوی موفقیت میآید. اولین بازی لیگ من سیتی لستر سیتی. ترکیب اصلی است؟ بله. ارلینگ هالند در بازی امروز در ترکیب اصلی. چیزی که ایجنتت واسات انجام داد. هر جا بردم تو موفقیت داشتی. ساعت 4 بعد از ظهر در ورزشگاه اتحاد استادیوم در ورزشگاه خودمون بازی داریم با لستر سیتی. بریم ببینیم که اصلا ارلینگ هالند رو نوک گذاشتی یا یه دیگه بازیش دادی. نوک داد. اوه 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 اوه. وضعیت خطرناک شده و شانسی. بابا میانگو خرید. عدق شدی. یا علی گرفتی اینو خریده از ما بهتره؟ اوبامیانگ هم فوروارد نوک خریده، ای پدر رو سلوات، من واسه چی گرفتی دیگه؟ حالا خب مارگوشی نوک. بله بازی شروع میشه، ارلینگ هالند برای حضور خود و اولین تجربه خود رو در لیگ جزیره شروع میکند. هالند داره در میره، میتونم بهش پاس بدم. ارلینگ هالند اونجا میتونه توپو بگیره و بره گلش کنه. شوت هالند تکی دست در میاره، به در سوخته. به هالند داده میشه، هالند تیر دو، بابا ولمون کن دیگه، خدایی رو پاچپت کار کن، خیلی داغونه اوزاد. تا الان ما دو تا گل میزدی، حالا نقم مستوفس بکن و با میانگو بیار بذاره نوک. نیمه اول سف سف بزن 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 گلش کن. ماشاءالله ماشاءالله، شماره 11 ارلینگ هالند اولین بازی رسمی خودش رو پرمیر لیگ، سخت ترین لیگ دنیا، گلش رو زد به لستر سیتی، هم زد با پای راست، هم زد خفه شد دیگه بس. ماشاءالله صد شبه حسن ظاهر شدم پشت دفاع، نگاه کن نگاه کن پشت دفاع یه جوری ظاهر شدم، سه نفر رو اسکول کردم تمام. یک بار چه بازی لیگ رو میبرم، بهترین بازیکن میدونم کی برام نشد، بهترین بازیکن ارلینگ هالند، تموم کرد کارو. آقا یه ذره اومدیم جلوتر، اینا متاسفانه از من یونایتد همینطوری که مشاهده میکنید پایین سمت چپ باختن، و من یونایتد ششم، ما پنجم شدیم متاسفانه. 16 امتیاز داریم با نیوکاسل که صدر جدول، 3 امتیاز فاصله داریم و الان با لیورپول بازی داریم ساعت 2 بعد از ظهر در آنفیلد که 18 امتیاز داره و دومه. ارلینگ هالند در ترکیب اصلی فیکس، باید این بازی رو ما ببریم. و اینم بهتون میگم که اوورال هالند 77 شده. نوکیم آره نوشیم کلا اوبامیانگ انداخت بیرون. آفرین کار خوبی کردی. بازی شروع میشه در ورزشگاه آنفیلد، جهنمی که میگفتند. هالند اومده واسه اش بازی کنه. بله صف کشیده وارد زمین میشوند و ارلینگ هالند کجاست؟ باید به هر قیمتی شده، حتی اگر که هالند رو تمیز بکنه، حتی اگر هالند گل نزنه، باید این بازی رو ما ببریم. محمد سلام، محمد سلام. یعنی چی؟ بیا 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 رفتم ها رفتم ها رفتم ها ماشاءالله، تک به تک هالند
و ببینیم که گل میشه یا نه. میزنه هالند و توی دروازه. زهر خودشو میریزه در مقابل لیورپول تو آنفیلد. کار خودشو کرد داشت تو آنفیلد. آنفیلدی که میگی جهنم، کار خودشو کرد. گل بهتون زد بازیکن 19 ساله. رفت به فرما. شانس آوردیم. تمام. نیمه اول مساوی. برو هالند بگیر، بری هالند بگیر، شوتر رو بزن، گل شه. گل دوم و کامبک من سیتی توسط ارلینگ هالند. وای واو، بله دو بر هیچ هالندی میترکونه. بهتر بازیکن زمین شده همین چرا ارلینگ هالند. بهتر بازیکن زمین هالند. لیورپول سقوط میکنه و من سیتی جاشو میگیره. یک امتیاز فاصله تا صدر جدول. اوورال 70. ببین خیلی داره خوب کار میکنه تو اینجا. رسیدیم به این فصل و متاسفانه من سیتی اصول انقدر بد بازی کرده، هم لیورپول رفت بالا، هم اینا اومدن پنجم. خاک این همه تلاش کردیم باز اومدن پایین. اینا 3-0 از وولف باخته. بله این مدافع اومده واسه ارلینگ هالند. ببینم که از کدوم تیم خود گواردیولا گفته. بله دو برابر قیمت پیشنهاد داریم اما ما نمیمونیم اینجا. ببین ما یا باید بریم توی لیورپول. البته وایسا ببین توی گروه خودمون تو چمپیونز لیگ خوب بازی کردیم. 5 تا برد داشتیم، یه دونه فقط باخت داشتیم که اونم از بتیس 4-1 باختیم. نگم برات. اینجا تاتنهام صدره. لیورپول مثل ما یه باخت داشته. ولی تاتنهام زیاد خوب بازی نکرده ها. ببین ریسکیه، خیلی ریسکه. ما هم به نظرم بریم تو بایر مونیخ خیلی خوبه. اگر ما میتونستیم بریم تو بایرن خیلی خوب میشد، چون بایر مونیخ هیچ باختی نداشته و 18 امتیاز گرفته. آقا بیا اینجا، درخواست انتقال 3 روز دیگه جوابش میاد. اوه روز مذاکره، روز مذاکره. ببینم چیکار میکنه. نگرف هالندو، هالندو نگرفتش متاسفانه. آقای باره بارر مونه. آقا به نظر منم همینجا بمونیم، همینجا میمونیم. ای بابای درخواست اومده واسش. کیه؟ یوونتوس. ایول یوونتوس. نو نمیایم. بله بازی داریم با من یونایتد. من یونایتد که ازش باخته بودیم. بله اوه 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 یاها خدا، من یونایتد سوم، ما اومدیم دوم. ما باری کلا ولی 10 امتیاز فاصله داریم با تاتنهام. عمرم بهش برسیم اما من یونایتد سوم. باید حتما ببریمش که جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم. بعدش با لیورپول دو بازی بعد با نیوکاسل دیگه عادی. بله امروز ارلینگ هالند در رکیب اصلیه. باخت گلندان ساربی بین من یونایتد و من سیتی در پیش روی از چه بازیکن چه مربی چه هواداری هیچ کس در این تورنمنت نمیخواد امروز طرف بازنده باشه. بله میرم تو رخکم خود آقای گواردیولا یه سری حرفای انگیزشی بزنه فکر کنم. بله اور از صد من یونایتد همش این موقعیت خاصه اما این دلیل بر جنجال نیست، ما به بردن این نیاز داریم. بله 78 شد اوورالش، 78 شد اوورالمون. رشورد داره یارو، بعد گرفته یک شیر رو گذاشته دروازه که اصلا حالا آدم نمیشناسن اینو. سف سف نیم اول. بده من بزن هالند توی دروازه و توی دروازه باز هم ارلینگ هالند. دروازه رو باز برون دقیقه 50 استاد گلزنی شماره 11 با همکاری جک گریلیش. بله هر وقت هم گل میزنه همه میافتن روش، انقدر دوستش دارن، انقدر که دوستش دارن، دوست داشتن فکر نکنید چیزی، فقط از دوست داشتن. بریم خدای یه پاس بده. تمام بزن باز زمین. فقط یک مقدار تو چمپیونز لیگ من نگرانم اینا تیر بزنن که دوم شدیم. دوم بودیم خب هم بس موندیم. یه لحظه صبر کن. اومدی دوم با تاتنهام میشه بازی داریم. تاتنهام میگه 60 امتیاز داره، صدر جدول. اینا رو ببریم وایسا توازن گل 34، اما اگر اینا رو ببریم باشون هم امتیاز میشیم و میریم واسه رقابت صدر جدولی بجنگیم. در بازی امروز در رکیب اصلی قرار داره ارلینگ هالند. برو ببینیم واسه بازی، برو ببینیم واسه بازی کیا رو گذاشتی تو. نه خوبه خوب ببریم. هلو اوریبادی و مرز. این بازی 100 دفعه بعد ببریم. آفرین گوردیولا کشی جلو. علی هاریکین شوت میزنه جر میخوره دروازه. اوخ چرخید زد گل. گولو خوردیم، خاک تو اون سر کچلت. بده جلو بابا، بده جلو. تموم شد بازی نیمه اول، تموم، باختن. خاک تو سرتون کنن. این شورای بزرگ خر. بله نیمه نهایی یوونتوس من سیتی. همینطور که دارید مشاهده میکنید او قهرمانی لیگ از دست داد. متاسفانه اصلا نتونستیم قهرمان لیگ بشیم بخاطر 10 امتیاز فاصله داره با ما و الان خوشبختانه رسیدیم به مرحله نیمه نهایی چمپیونز لیگ. آلیانز استادیوم با یوونتوس بازی داریم. بازی رفتم است، بعدش با برایتون، بعدش بازی برگشت و الان بازی رفت و برگشت و در مجموع ببره رفته فینال چمپیونز لیگ و اولین بار میخوام هالند رو برسونم به فینال. بله بریم اولین بازی رو بازی کنیم ببینیم که ارلینگ هالند بره در ترکیب اصلی فیکس. اوورال هالند هم شد 79 اوورالش. به به در مشکل کیه
ورزشی های یوونتوس چقدر عالی، چون بازی برگشت رو زمین ما امتیاز زمین ما داریم. به به تم بنفش آبی خوشگل، فقط اون یه ذره سمت چپو میبینی آبیان، اونا واسه ما، بقیه‌اش همه یوونتوسی. بابا چه توپ زیبایی، البته تو واسه قدیمه. ببینیم که آقای ارلینگ هالند در اولین حضور خود در چمپیونز لیگ، اولین فصل حضور خود در چمپیونز لیگ میتونه قهرمانی چمپیونز لیگ رو که تا الان آقای گوردیولا با من سیتی به دست نیاورده رو به دست بیاره هالند و لمسش بکنه یا نه. بریم تو کارش. البته فینال نیست، برسیم به فینال بعدن این فکرارو بکن. وای وای پشتمون خالیه. وای که چه پاسی داد. وای برو برو گم شو. وای وای گل خوردیم. بودو چه لاشخوری اول زد طرف بزغال. کی اینا میذاره در بازمان جلو یوونتوس مرحله حذفی؟ همین کارا رو میکنی دیگه. یا یکیش باز عقب افتادیم. در سگو نگاه کن تایم تموم شدش. قوت خر کسافت توانی کار. یک شوت نزدیم ما داد اصلا بیرون داخل چارچوب مهم نیست، یک شوت نزدیم ما. آکی تو سرتون ریمرتر حالا حرکت کرده تو عمق هالند میزنه یا نه؟ تیر دروازه. یو علی یو علی دوباره بگیرش بریم، دوباره بگیرش بریم، بگیرش 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 بابا بده تو. ای خدا حالا این بیرون پا رو ول نمیکنه، یه بار بیرون پا زد دیگه عاشق بیرون پا شد. ما نرفتیم تو. ببین اینجا تعویضم کرده چی، فقط سرم میخواد بازی بعدو به بازی گوردیولا یا وقتی آک یه دونه شوت نگری اونم خودم زدم. تو کشتی آکن بارسلونا اینتر برده ما اینجا یک هیچ. خدا فقط ما قهرمان نشیم، نریم فینال فقط گواردیولا. بله بازی رو رد کردیم و 6-1 تو پنالتی، 6-5 اینا رو بردیم تو پنالتی، رفتیم فینال با بارسا. بله فینال چمپیونز لیگ بارسلونا من سیتی، جایی که گواردیولا به عشق رسیده بود اما نتونسته بود جام رو لمس بکنه. الان هالند فرصت این رو داره. وای رونالدینیو چی کار میکنه تو؟ من اینو آورده بودم واسه پسرش تو اینجا، هنوز از ساعت 9 شب واسه تو ورشگاه نیوکمپ. مگه قرار نشد آقا تو ورشگاه بی‌طرف بازی کنیم؟ حالا در ترکیب اصلی هست و آقای دیبروینه گفته که چی، ما کاملا راحت هستیم در حال رشد، ما میتوانیم انتظار خوبی از خودمون داشته باشیم و یه همچین چیزی. ببینیم واسه بازی کردن و ببینیم که هالند در فینال چمپیونز لیگ چیکار میکنه. اگر که کاپ رو بگیریم که چه عالی، اما اگر نگیریم هم خوب پیش رفتیم. خب اون بارسلونا خدوری سمون ما هم نیستیم، پس برید بهجو شکر بتونیم و قهرمانی رو برامون کسب کنیم. اینو نگی چی بگی، دو تا کاپو الکی از دست دادیم این فصل. ترکیب ما هالند 79 شده اورالش، اونا داداش خیلی خوب نیستن ولی رونالدینیو پدر در میاره. تو رو خدا دروازمون کیه؟ آمریکای ادرسونه. خوبه. به 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 زمینو نگاه. در ورشگاه حالا بارسلونا ما کاری نداریم. ولی کنه. به به چه جام خوشگی. هالند که این جام رو از کنارش رد خواهد شد اما اینکه لمسش کنه در حالی از ابهام. یعنی هالند بازی رو شروع نمیکنه. اونا شروع میکنه. بده همون ور من. محرز حرکت کن بفرما. محرز برو گلش کن، بزن شوتر رو توی در. پاس گل ارلینگ هالند دقیقه 14 بازی رو هالند سوپر استاره. هالند به اوورال 79 داره جر و جر میکنه. بزن تمام. قهرمان چمپیونز لیگ میشه ارلینگ هالند با همراه گواردیولا، قهرمان چمپیونز لیگ شد. کاری که گواردیولا نتونسته بود بکنه هالند تمومش میکنه. دا شکر. چرا انقدر انرژی دارم توی این ویدیو؟ چرا انقدر دو ویدیو میکنم؟ دا شکر. دهن گاو پدری باز بود. اصلا گاوی و پدری و من قاطی کردیم. بگیر آقا بگیر. بگی بزن اینستا داره لایو میگیره. قهرمان چمپیونز لیگ شد آقا ارلینگ هالند در دو فصل تو چه جام بردی. ببر بالا ماشاءالله. ماشاءالله هزار ماشاءالله. چمپیونز لیگ رو در دو فصل حرفه فوتبالی به دست میاره ارلینگ هالند. سراغ داری اصلا کسی در دو فصل حرفه خود اولش چمپیونز لیگو بگیری یا نه؟ ارلینگ هالند این کار کرد. بله همین بازیکن که وسط نشسته و خواهان و دوستانه چند من سیتی شده همین این همین دارم میگم همین دانش بازه. ببر بالا ماشاءالله. خودت کامو ببر بالا من ویدیو رو تموم کنم. ببر بالا گفت ماشاءالله هزار ماشاءالله. ارلینگ هالند بهترین بازیکن نشد بخاطر محرز گل زد. بله ارلینگ هالند به اوورال 79 رسید، یعنی تو اوورال پیشرفت داشت. در سن 20 سالگی 40 تا بازی کرد، 17 تا گل زد و یک پاس گل داد و تونست چمپیونز لیگ رو فتح بکنه. امیدوارم که ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی اینستاگرام فالو بکنید. ستاره رو نیستیم به 100 کام و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. خدا نگهدار.